آیا جدول ذیل یک معادله خطی را افاده می کند؟ ببینیم که چی است. وقتی که x منفی 7 است، y 4 است. باز وقتی که x منفی 3 است، y 3 است. ببینیم که x در هر دفعه چقدر تغییر می کند. تغییر در x. از منفی 7 به منفی 3 رفته. پس به اندازه 4 اضافه شده. و در وای چقدر تغییر آمده؟ و این مثلث حرف دلتا به زبان یونانی است. این علامت مخفف برای تغییر است. تغییر وای وقتی که به x 4 علاوه شده، قیمت وای از 4 به 3 رفته. پس تغییر ما در وای منفی 1 است. برای اینکه این یک معادله خطی بوده بتواند، نسبت تغییر در قیمت x و y باید ثابت بماند. پس تغییر در قیمت x و تغییر در قیمت y در هر کدام دو تا نقطه و یا هر جوره نقطه در این جدول باید ثابت براید که اگر x به اندازه 4 تغییر می کند، y به اندازه منفی 1 تغییر کند، یا اگر y به اندازه منفی 1 تغییر کند، x باید به اندازه 4 تغییر کند. پس باید یک تغییر ثابت در y به تناسب x مساوی به منفی 1 بر 4 داشته باشیم. ببینیم که آیا همینطور است؟ در نقاط بعدی که x از منفی 3 به 1 می رسد، یک بار دیگر x به اندازه 4 اضافه شده و یک بار دیگر y را به اندازه منفی 1 کم می کنیم. و هنوز هم همان تناسب را داریم. حال این نقطه آخری را می بینیم. وقتی از 1 به 7 در جهت x می رویم، به اندازه 6 اضافه شده است و وقتی y از 2 به 1 می رود، هنوز هم 1 کم شده است. حال این تناسب با رفتن از نقطه 3 و نقطه 4 به شکل 1 بر 6 تغییر می کند. پس این نیست. صرف در نقطه آخری در اینجا نسبت تغییر y بر x در میان این دو نقطه آخری در اینجا تناسب تغییر میان y و x صرف در میان این دو نقطه آخری تغییر در y منفی 1 و تغییر در x 6 است. پس ما یک تغییر متفاوت میان y و x دریافت کردیم. چرا که یک نسبت متفاوت در y نظر به x تغییر نسبت y بر x مشاهده شد. پس این معادله خطی نیست. نه خیر، معادله خطی نیست.